شورای علمای اندونزی با همکاری رابطت العالم الاسلامی و با حضور آستان مقدس امامین کاظمین علیهما السلام یک کنفرانس اسلامی بین المللی تحت عنوان دین و صلح و تمدن را در شهر جاکارتا پایتخت این کشور برگزار کرد. آستان مقدس امامین کاظمین علیهما السلام با صدور بیانیه رسمی که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید اعلام کرده که هدف این آستان مقدس از مشارکت در این کنفرانس اسلامی بین المللی بهبود روابط انسانی، افزایش همکاری و گفتگو با شرکت کنندگان از ادیان و مذاهب مختلف در زمینه‌های گوناگون بوده است. در ادامه این بیانیه آمده دکتر شیخ عماد الکاظمی نماینده سازمان اوقاف شیعی عراق در آستان مقدس کاظمی به عنوان نماینده این آستان در این کنفرانس حضور یافت و سخنرانی خود را با عنوان شیوه اسلامی در دعوت به زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز و حل درگیری‌ها و اختلافات دینی ارائه داد. لازم به ذکر است این کنفرانس اسلامی بین المللی به مدت 2 روز و با حضور دکتر معروف امین معاون رئیس جمهور اندونزی برگزار شد. نیروهای امنیتی عراق در عملیاتی اطلاعاتی سرکرده اداری ولایت جنوب داعش را در جنوب بغداد دستگیر کردند. نیروهای امنیتی عراق با همکاری سازمان اطلاعات نظامی عراق یکی از خطرناکترین سرکرده‌های ارشد داعش را پس از چندین ماه عملیات اطلاعاتی در جنوب بغداد بازداشت کردند و تحویل مقامات قضایی دادند. سازمان اطلاعات نظامی عراق با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به نام این عنصر تروریستی اعلام کرد که این تروریست در سال 2014 به عنوان نیروی رزمی به گردان اسامه بن لادن در سازمان تروریستی داعش پیوست و در چندین عملیات علیه نیروهای عراقی در مناطق عملیاتی جرف النصر، فلوجه و موسیل شرکت کرد. این بیانیه می‌افزاید که این تروریست در سابقه فعالیت تروریستی خود بارها سرکردگی عملیات‌های مسلحانه گروهک‌های ترور از جمله شاخص‌ترین آنها شرکت در عملیات بمب‌گذاری در استان نینوا و مسئولیت توزیع مدارک و هویت‌های ساختگی به گروهک‌های داعشی را به عهده داشته است. حجاج مسلمان هندی در شهر کوتا در ایالت راجستان شمالی در مسیر فرودگاه برای سفر به سرزمین وحی هدف حمله هندوهای تندرو قرار گرفتند. قطعات ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از مجروح شدن شدید برخی از حجاج به دلیل اصابت سنگ از سوی هندوهای افراطی است. برخی حجاج در این باره تصریح کردند افرادی که راه را بسته و به آنها حمله کردند تهدید کردند زنان و دخترانی که داخل اتوبوس هستند را خواهند ربود. پلیس هند در این باره گزارش داد که عاملان این حمله مورد پیگرد قرار گرفته و تعدادی از آنها بازداشت شدند. این حادثه خشم مسلمانان هند که شمار آنها به 200 میلیون نفر میرسد را به همراه داشته، به ویژه اینکه تعرض هندوها به مسلمانان به اشکال مختلفی در این کشور تکرار شده است. فعالان حقوقی خواستار توقف موج تنفر و تندروی در هند شدند که آزادی های دینی را از مسلمانان این کشور سلب کرده است. پیش از این نیز احزاب هندو خواستار توقف کمک مالی به مسلمانان این کشور به ویژه سفر حجاج به عربستان به بهانه وارد نکردن دین به سیاست شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که میلیون‌ها مین در یمن جان غیر نظامیان را تهدید کرده و مانع انتقال کمک‌های بشردوستانه می‌شود. به گزارش سایت النشره
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که میلیون‌ها مین و مواد منفجره زندگی غیر نظامیان در یمن را هنوز تهدید می‌کند و مانع رفت و آمد و انتقال کالاها و نیز کمک‌های بشردوستانه می‌شود. اواخر ماه فوریه جنبش مردمی انصار الله یمن تخمین زد که بیش از 8000 تن از سال 2015 به دلیل مواد منفجره و خمپاره‌های باقی مانده از جنگ که ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان در عملیات‌های نظامی خود از آنها استفاده می‌کرد جان خود را از دست داده‌اند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در سال جاری میلادی برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم افغانستان 500 میلیون دلار نیاز است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل افزود در سال جاری میلادی نزدیک به 500 میلیون دلار برای کمک به 15.6 میلیون نفر در افغانستان ضروری و مورد نیاز است. بر اساس برآورد سازمان ملل، آمار افراد نیازمند به خدمات بهداشتی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر میرسد. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی پیش از این گفته بود افغانستان با 638 مورد مرگ در هر 100,000 تولد زنده بیشترین مرگ و میر مادران را در آسیا دارد. روند اعزام زائران حج تمتع از 3 خرداد آغاز شده است و تا کنون بیش از 7000 ایرانی وارد سرزمین وحی شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، اعزام زائران حج تمتع به سرزمین وحی از 3 خرداد ماه به صورت رسمی آغاز شد و زائران در قالب کاروان مدینه اول به سرزمین وحی اعزام شدند. روزانه بیش از 2000 زائر از ایستگاه‌های پروازی مختلف به عربستان اعزام می‌شوند که تاکنون بیش از 7000 نفر از زائران حج تمتع کشور ایران عازم عربستان شدند و روند اعزام زائران ایرانی تا اول مرداد ماه ادامه دارد. امسال بیش از 2,500,000 زائر از کشورهای مختلف به حج تمتع مشرف می شوند و با توجه به اینکه سعودی ها محدودیت کرونایی اعمال نکرده اند، میانگین سنی زائران برخی از کشورها بیش از سالهای گذشته است. گروه الشباب روز جمعه به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی در 120 کیلومتری جنوب غرب موگادیشو حمله کرد. به گزارش روزنامه القدس العربی، هیئت اتحادیه آفریقا در سومالی در بیانیه اعلام کرد که گروه الشباب به پایگاه بلو ماریر در 120 کیلومتری غرب موگادیشو حمله کرد. ما اکنون مشغول ارزیابی امنیتی هستیم. سخنگوی ارتش اوگاندا نیز اعلام کرد که این پایگاه که محل استقرار نیروهای اوگاندایی است در معرض حمله الشباب قرار گرفت. نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی که شامل 20,000 سرباز، پلیس و غیر نظامی هستند، آوریل 2022 جای نیروهای سازمان ملل را گرفتند. گروه الشباب بعد از بیرون رانده شدن از شهرهای اصلی در سالهای 2011 و 2012 اکنون در مناطق روستایی فعالیت دارد و حملاتی را علیه اهداف نظامی و غیر نظامی انجام می دهد. سازمان پزشکان بدون مرز از مفقود شدن حدود 1000 پناهنده در جزیره لسبوس یونان در سایه سیاست‌های سختگیرانه و خشونتبار نهادهای دولتی این کشور علیه پناهجویان خبر داد. روزنامه تگس سایتونگ آلمان در مطلبی نوشت در 10 ماه گذشته تقریباً 1000 پناهجو در این جزیره در دریای اژه ناپدید شدند.
این خبر را سازمان امداد رسانی پزشکان بدون مرز AOG روز جمعه گزارش داد. از حدود سال 2014 میلادی مشخص شده است که یونان به طور غیرقانونی و خشونت‌آمیز کسانی را که به دنبال حفاظت هستند و به ترکیه یا به آب‌های بین‌المللی میرسند را دوباره به عقب برمیگرداند. نخست وزیر یونان هم اخیراً در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان توافق‌نامه‌ای را امضا کرده است که طولانی کردن حصارهای مرزی با ترکیه را پیش‌بینی می‌کند.